بر سر آنم که گرز دست برایت، دست به کاری زنم که قصه سرایت. خلوت دل نیست جای صحبت ازداد، دیو چو بیرون رود فرشته درآید. به ویژه برنامه یلدای بی بی سی فارسی خوش اومدین. لابد الان یا پای سفره‌های یلداتون نشستین یا مهمون دارین یا خودتون مهمونین. ممنون که دقایقی از بلندترین شب سالتون رو با ما میگذرونین و با ما قسمت میکنید. ما هم توی این برنامه سعی کردیم بخش‌های متنوعی برای شما داشته باشیم. همونطور که احتمالاً تا الان خبردار شدین، امشب توی این برنامه مناسبت شب یلدا یکی از آوازهای جدید محسن نامجو رو برای اولین بار با هم میشنویم. پیام‌های تبریک چهره‌های آشنایی که دوستشون دارین رو هم خواهیم داشت و ویدیوهایی که خودتون از شب یلدا برای ما فرستادین. اول اما اجازه بدید سلام کنم و عرض ادب بکنم خدمت مهمانان عزیز امشبمون، شاداب وجدی شاعر و لطفعلی خنجی گوینده با سابقه و قدیمی رادیوی فارسی بی بی سی که صداش برای خیلی از ما خاطره انگیزه. آقای خنجی خوش اومدید، لطف کردید. لطف دارید. خانم وجدی خوش اومدید به برنامه. خیلی ممنون. شما قراره برای ما امشب حافظ بخونید. بله. خیلی ممنون و متشکر. اجازه بدید همین اول برنامه با هم بریم موزیک ویدیوی شراب چشمان رو با صدای محسن نامجو ببینیم و بشنویم، با آهنگسازی احسان متوری که نوازنده سنتور این اثر هم هست. شراب چشمان یکی از قطعات آلبوم هنگامه که 5 مارس یا 14 اسفند ماه قرار منتشر بشه. ضمناً ویدیوی این کار رو هم علیرضا لطیفیان و بچه های تیمش ساختن. بریم با هم ببینیم. من امشب خام زهر خوابم نخواهم بر، همه اندیشه‌ام اندیشه فرداست. وجودم از تمنای تو سرشار است، زمان در بستر شب خواب و بیدار است. هوا آرام شد خاموش، راه آسمان ها باز، خیالم چون کبوترهای وحشی می کند پرواز. سراپا چشم خواهم شد، تو را در بازوان خیش خواهم دید. سرشک اشتیاقم شبنم گلبرگ رخ سار تو خواهد شد. هوا آرام شد خاموش، راه آسمان ها باز، خیالم چون کبوترهای وحشی می کند پرواز. تنم را از شراب شعر چشمان تو خواهم سوخت، برایت شعر خواهم خواند، برایم شعر خواهی خواند، برایت شعر خواهم خواند، برایم شعر خواهی خواند. تبسم های شیرین تو را با بوسه خواهم چید. هوا آرام شد خاموش، راه آسمان ها باز،
کبوترهای وحشی می کند پرواز. به به، شعر هم مال فریدون مشیری بود، همونطور که آخرش هم نوشته بود. جناب آقای خنجی، در مورد شب یلدا داریم صحبت میکنیم. بناست از فردا روزها بلندتر بشن، عمر تاریکی ها کوتاهتر بشه. شب یلدا فلسفهش چیه؟ در مورد شب یلدا برامون بگید. با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز، شب یلدا، بهتره با خود کلمه یلدا شروع بکنیم که واژه سریانی و به معنی تولد هست، به معنی ولادت. بعضی ها این رو به معنی ولادت حضرت عیسی مسیح گرفتن، ولی این طور به نظر میاد که در اصل به معنای ولادت خورشید هست. در این شب که اگر دقیق تر حساب بکنیم اول دی ماه خودمون باشه، خورشید در پایین ترین موضعش در آسمان هست و از اون به بعد هست که رفته رفته موضعش در آسمان اوج میگیره و به وسط آسمان نزدیکتر میشه و این زایش دوباره خورشید هست و کلمه یلدا هم یک کلمه سریانی است که با کلمات تولد و ولادت عربی هم ریشه است. از طرف دیگه خب این ولادت زایش دوباره خورشید رو جهان مسیحیت به معنای میلاد مسیح هم گرفته. یعنی اگر نگاه بکنیم ببینیم که شب یلدا که تقریبا منطبق بر هم، یعنی دقیقا منطبق بر اول دی ماه هست، آخر آذر ماه و اول دی ماه، به اندازه فقط چند روز با کریسمس فاصله داره، با اون چیزی که به نام عید میلاد مسیح جشن گرفته میشه فاصله داره، چون در مورد میلاد مسیح نه تنها روزش دقیقا معلوم نیست، بلکه حتی سالش هم به تقریب معمولا ذکر میشه، گاهی اوقات با تقریب 4 سال، گاهی اوقات با تقریب 8 سال، ولی خب این مهم نیست. بالاخره این یک میشه گفت یک پدیده طبیعیه، نجومی، طبیعی، هر چی اسمشو بذاریم. خب ادیان مختلف هم میتونن همون رو اخذ بکنن برای منظور خاص خودشون و اشکالی پیش نمیاد. این به نوعی شاید یک استعاره ای، اگر بگیریم اینکه روزها بلند میشن و شبها کوتاه میشن، در زندگی ما مشخصا این کوتاه شدن شبها و بلند شدن روزها چه تأثیری میتونه بذاره در فعالیت هم؟ تأثیر قابل ملاحظه بیشتر در روزگاران گذشته بوده که به جهان بیشتر یک جهان کشاورزی بوده و کشاورزان به نور آفتاب و روزهای بلندتر احتیاج داشتند و معیشت بشر و زندگانی بشر بستگی به این داشته که این فصول چهارگانه موجود باشن، مخصوصا زمستان به سر برسه و روزها بلندتر بشه و چرخه فعالیت زمانه به حاصل رسیدن کشته ها یا کاشته ها فرا برسه اهمیت بسیار زیادی داشته. در عصر جدید که خب عصر تکنولوژی هست اونقدر ها فرق نمی کنه. ما همیشه نور داریم به صورت نور برق یا کشاورزی، حتی داریم در جاهای سربسته و دربسته کشاورزی انجام میشه. حتی در ژاپن برنج در فضاهای دربسته درونی تولید میکنن، ولی این در روزگاران گذشته اهمیت حیاتی داشته برای بشر. به هر حال آقای خنجی، یکی بهانه ای هست برای جشن گرفتن و اینکه به هم دیگه تبریک بگیم و اینکه میلاد نور رو به نوعی جشن بگیریم با هم دیگه. همینطوره. آقای خنجی، اجازه بدید که من برم روی خطوط تلفن صحبت بکنم با یکی از شنوندگان و بینندگانمون. مانلی از تهران با ما هست. مانلی سلام میکنم، یلدا رو به تبریک میگم. الان میدونیم که وضعیت تو خبرها و گزارش ها میبینیم، از صحبت های خود مخاطبانمون برمیاد که یه مقدار اجناس و مایحتاج به خصوص شب یلدا گرون هست و برای یه عده سخت هست.
تهیهش. ولی خب در عوض کسایی هم هستن که کمک میکنن که اون کسایی که نمیتونن چیزایی که میخوان رو خریداری بکنن و شب یلداشون یلدا بشه. شما مشاهده ای داشتید از این موضوع؟ سلام. شب یلدا رو به همه تبریک عرض میکنم. من دیدم که ویدیوی ما توی هم اینستا گذاشته شد و به حال دیده شد. ما برای شب یلدا 50 تا پک تصمیم گرفتیم که تهیه ببینیم که توش یه مقدار از خوراکی های یلدایی وجود داشت. به خاطر اینکه یه سری خوراکی بودش که به حال فکر کردیم که کسایی که توی سطح شهر هستن، حالا رفتگرها یا به اصطلاح بازار. یعنی شما برای یک مؤسسه خیریه فعالیت میکنید؟ نه، برای مؤسسه خیریه فعالیت نمی کنیم. یه سری دوست هستیم که یه خیریه خودمون رو در واقع تشکیل دادیم. خب. بعد یه سری پک تهیه دیدیم که خب خیلی از آدمایی که از سطح شهر زندگی میکنن ممکنه که توانایی خریدنشو نداشته باشن. برای همین ما تصمیم گرفتیم یه همچین پکی رو تهیه ببینیم و توی سطح شهر پخش کنیم. چجوری انتخاب کردین کسایی که می‌خواستین این بسته‌بندی‌ها رو بهشون برسونین؟ ما نخواستیم که یه قسمت خاصی از تهران باشه، خواستیم کلن توی شهر کسایی که میبینیمشون هر روز، ولی خب شاید نمیتونیم هر روز بهشون کمک کنیم، خواستیم یه دوری اونا رو به هر حال خوشحال کرده باشیم، حالا تا جایی که تونسته باشیم. خب این کار رو که کردین اولا سالای قبل هم انجام شده یا نه؟ بعدم میخوام ببینم نتیجه شو دیدین، خوشحالی رو دیدین در کسایی که این بسته ها رو بهشون دادید؟ سال قبل انجام ندادیم. ما خیلی همون تقریبا 2 سال کلن که راه انداختیمش، ولی برای سالهای بعد حتما انجام میدیم و اگر بتونیم توی تعداد بیشتر و کلن کار بزرگتری رو سعی میکنیم انجام بدیم. واکنش دریافت کننده ها چی بوده؟ راستش برای یه همچین چیز خیلی کوچیکی، چون فقط یه پک بود، یه ظرف پلاستیکی که توش یه مقدار خوراکی بود، واقعا اونقدر خوشحال می‌شدن و دعا می‌کردن که خیلی عجیبه. یعنی یه انسان نباید با یه همچین چیز کوچیکی انقدر خوشحال بشه، ولی خب می‌شدن. یعنی مانلی چرا یلدا رو انتخاب کردید برای این کار؟ ما توی تقریبا تمام مناسبت ها سعی کردیم که یه همچین کارایی رو انجام بدیم، اما بعد امسال به هر حال این به فکرمون رسید که یلدا هم شبیه که هم به هر حال یه مناسبتیه که شاید اکثرا بتونن جشن بگیرنش، ولی اون تعداد افراد هیچ وقت توانایی این که اونو جشن بگیرن یا خوراکیای این شب رو تهیه کنن نداشته باشن. برای همین ما تصمیم گرفتیم که این شب رو این کار انجام بدیم. متشکرم. از تو مانلی از تهران روی خط با ما بود. اما الان اجازه بدید که بریم تبریک شب یلدای سهراب پورناظری، آهنگساز و نوازنده بنام رو به شما که الان دارید برنامه رو تماشا میکنید بشنویم. آقای پورناظری همین چند روز پیش به خاطر موسیقی که برای فیلم شعله ور حمید نعمت الله ساخته بود جایزه بهترین موسیقی فیلم رو از 12 جشنواره بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران دریافت کرد. با هم بریم ببینیم. تازه میخانه و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود. حلقه پیر مغانم ز ازل در گوش است، بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود. یلدا شب تولد مهر، بر تمام ایرانیان از کاشغر در مرز چین تا دریای مدیترانه شاد باش باد. مهر خدای ناظر بر پیمان هاست که از دل طولانی ترین شب سال تیغه خودشو بر میکشه و خورشید زاده میشه، که این تیغه دشمن دروغه و دروغ رو از بین میبره، که دروغ همان تاریکی است. آیین مهر آیین کهن ما ایرانی هاست که قبل از زرتشت در سرتاسر ایران به این آیین گرایش داشتن مردم ایران، و همینطور بعدها در اروپا ما می‌بینیم که سرتاسر اروپا رو آیین مهر فرا می‌گیره، که مهرابه‌های میترائیزم در سرتاسر اروپا هنوز هم پا بر جاست. که نکته مهم اینه که فرهنگ کهن ما ایرانی‌ها بر دو نکته پیمان و راستی استواره، که به نظرم کلید و مشکل گشای جامعه بشره، و همین امروز اگر ما باز هم به این آیین به قول معروف آگاهی داشته باشیم، چون که این دینی نبوده، آیین زندگی بشر بوده، آیین آباد کردن زمین بوده، اگر به این آیین نگاهی داشته باشیم و راستی رو سر لوحه کارمون قرار بدیم، به نظرم هم در
محدوده کشور خودمون هم در جهان بسیار از مشکلات برطرف میشن و باعث افتخار ما ایرانی هاست که حداقل در نسخه های خطی یا نسخه های تاریخی که داشتیم و به دست فردوسی میرسه، فردوسی میگه از 6000 سال قبل این متون گردآوری شده و تبدیل به شاهنامه ما شده که آیین مهر، آیینی که در تمام شاهنامه حضور داره و به گونه ای رستم نماینده آیین مهر در شاهنامه هست که تیغش ناپاکی را از بین میبره، تیغش دروغ را از بین میبره و این خیلی جالبه که ما این آیین کهن مثل نوروز، نوروز جمشیدی که اونم از آیین مهر به ما رسیده، این آیین ها رو ما هنوز تونستیم نگه داریم و به نظرم امیدوارم در کنار جشن هایی که براش میگیریم و واقعا هم برای همه ما شیرینه بتونیم در اون مایش هم نگاه بکنیم، در اون مایش هم بر بکشیم، بتونیم در جامعهمون دوباره استوارش بکنیم و از همینجا به تک تکتون تبریک میگم و امیدوارم یلدهای بسیاری و در کنار خانواده گرامیتون و من هم در کنار خانواده در کنار شما سپری بکنم. دوستتون دارم، به امید دیدار. خب سهراب پورناظری بود که اسمش رو عمدتاً در کنار اسم همایون شجریان شنیدیم و لذت بردیم از آثارش. در مورد شاهنامه گفتن و در مورد شاهنامه و شب یلدا باز بیشتر خواهیم شنید. اما من میبینم که شما دیوان حافظتون روی پاتون آماده است. من میخوام ازتون خواهش بکنم که امشب یک غزل حافظ ما رو مهمان کنید. قربان شما، حتماً. غزل‌های حافظ البته همش خوبه، همش یک پیام محبت و مهر و دوستی داره و خیلی مشکل بهترینش رو انتخاب کردم. ولی من این غزل رو خیلی دوست دارم و فکر میکنم که نماینده اجتماع اون روز حافظه و پاسخ میده به اون کسانی که به هر حال خود غزل خواهد گفت. ما سراپا گوش. ای برندان مکن ای زاهد پاکیز سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم اگر بد، تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. همه کس طالب یار است، چه هوشیار و چه مست، همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. سر تسلیم من و خشت در میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت. ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل، تو پس پرده چه دانی که خوب است و که زشت. نه من از پرده تقوا به در افتادم و بس، پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت. حافظا روز عجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت. بحبه خانم مجید، چرا از میون این همه شاعر که داریم حافظ عجین شده با شب یلدا اشعارش؟ میدونیم لابد برای این که هیچ به اصطلاح سند تاریخی که نداریم، که ولی به خاطر اینکه حرف دل مردمه و یه مقدارم میخواد شادی بده، یه مقدار میخواد دلگرمی بده، امید بده و مردم رو آزاد بکنه از گرفتاری های اینجا و بگه که یه جای دیگه هست که پاداش خوبی ها و بدی ها رو میدن دیگه، اینجا ما لازم نیست به جون هم دیگه بیافتیم. آقای خانجی شما چی فکر میکنید؟ شما فکر میکنید چرا حافظ؟ حافظ برای اینکه خب در حضور شاداب من زیاد نباید فضولی بکنم و درباره شعر اظهار نظر بکنم، ولی همون کم و بیش در دنبال حرفی که شاداب زد میخواستم بگم که حافظ صرف نظر است که از نظر فنی بگیم شاعر از شعرهای تراز یکه شعر فارسی ادبیات فارسی هست، حرفاش خیلی نوه، حتی بعد از گذشت 700-800 سال
یک نو بودن، یک نوع استعاره های نو در شعر. البته من چون خودم شاعر نیستم نباید زیادی فضولی بکنم در باره شعر، ولی یک نوع همین نو بودگی در شعر حافظ میبینم و در این حال حرفاش به اون چیزی که مکنون قلب مردم هست بله. نزدیکه و شاید به همین دلیل هست که مردم فال حافظ میگیرن. بله، در تایید حرف جناب عالی که میفرمایید نزدیک به دل مردم هست، همین بس که هنوز همه ما داریم فال حافظ میگیریم. بله. هنوز دلمون حرفایی که دلمون میخواد رو از زبون حافظ میشنویم. بله. و بله. همه تو خونه هامون یک دیوان حافظ داریم. همینطوره. حالا اگر اجازه بدید بفرمایید خانم. من همیشه فکر میکنم که آیا حافظ که اینقدر پرش داشته به اصطلاح شعراش به زمان ما، یا اینکه زمان ماست که اینقدر عقب افتاده است؟ سوال خوبیه. سوال همون خوبیه. یعنی میدونید همون مشکلات، همون چیزهایی که اون زمان بوده و امروز انتظار نداریم که باشه هنوز باز هست. خوبه هممون بهش فکر بکنیم ببینیم به چه نتیجه میرسیم. شاید هم هر دو تاشه خانم وجدی. خیلی ممنونم از هر دو تای شما. اجازه بدید بریم سراغ خطوط تلفن. دوباره روی خط تلفن حلیمه رو از کابل داریم. حلیمه سلام، شب یلدات مبارک. برای ما بگو که اونجا شب یلدا رو چطور برگزار میکنید و شب یلدا به نظر شما چه جور شبیه؟ خب من خدمت همه شما عزیزان و همچنان شنوندگان و بینندگان عزیزتان سلام عرض میکنم و شب یلدا رو خدمت همتون تبریک عرض میکنم. یک دیگه ایرم بگم خدمت شما و همچنان علیمه شب تولد ما بود. علیمه تولدت مبارک، همزمان با یلدا تولدت. هر سال این شب تبریک میشنوی، ما هم بهت تبریک میگیم. تشکر، سلامت باشید. و ما هر سال جشن شب یلدا رو با جشن سالگرد تولد من همزمان میشه و ایره جشن میگیریم در خانواده و همه میخوان مرا سورپرایز کنن، ولی خب متاسفانه شب یلدا خب همیشه با پیغام های خودش میایه و ما مثل همه مردمی که در این جغرافیا زندگی میکنیم جشن یلدا رو بسیار با شکوه میگیریم. مثلا امی اناری که در شاید در کشورهای دیگه هم خورده شده، ما هم انار میگیریم، انار ها رو میشوهیم. دیگه چی دارین توی سفرتون به غیر از انار؟ حلیم اگه صدای منو میشنوی. ما انار هم داریم در سفره ما و همچنان میوه خشک هم داریم. میوه خشک مثل جلغوزه و تخمک، یعنی تخمه آفتاب پرست، تخمه آفتاب پرست رو داریم و گپ گفته و خندیده و خورده میریم و از خاطره ها و از اتفاقایی که قرار بود سابقه بیفته نیفتاده، اتفاقایی که دوست داشتیم بیفته، از آرزوهای خود میگیم برای هم و همچنان سه حافظ میگیریم. حالا مثلا بچه هایی که جوان هستن و هنوز ازدواج نکردن دیگه کلن همه میگیم برید برای فلانی یک فال باز کنید برش بگیریم چی میشه و کلن همیشه و بسیار به خوبی و به فان میگذرانیم. امیدوارم امشب شب خوبی باشه براتون، بهتون خوش بگذره. متشکرم، حلیمه از کابل با ما بود. من خداحافظی میکنم با حلیمه. اجازه بدید که راجب حافظ خونی بگیم که خب الان تبدیل شده به اپلیکیشن خیلی جا، به جایی که حافظ باز بکنن با یک اشاره انگشت یکی از صفحاتش رو به صورت کامپیوتری یا دیجیتال باز میکنن و میخوان، ولی به هر حال حافظ خوانی جزء لاینفک شب یلداست همونجوری که الان صحبتش رو کردیم. اما من میخوام ببینم میدونستید که شاهنامه هم به این شب بلند سال ارجاعاتی داره؟ از زبون امیر خادم، سازنده پادکست موفق فردوسی خانی در فضای شبکه‌های اجتماعی که دکترای ادبیات تطبیقی داره بیشتر میشنویم. بشنویم با هم. در شاهنامه فردوسی یک ارجاع خیلی کوتاه ولی واقعا جالبی به مفهوم شب یلدا وجود داره که این ارجاع در یک سوم پایانی این کتاب هست، یعنی اون بخش هایی که مربوط به پادشاهان ساسانی هست. در داستان کوتاهی که درباره زندگی و مرگ پسر شاپور هست، در انتهای اون داستان فردوسی چند بیت کوتاه به سبک همیشگی خودش در مذمت جهان و اهمیت دل نبستن به اون میگه و بعد یک بیت داره درباره شب یلدا و این چند بیت رو اینجوری میتونیم با هم بخونیم. میگه
چون این بود تا بود گردان سپهر، گهی پر ز درد و گهی پر ز مهر. تو گر باهوشی مشمرو را به دوست، کجا دست یابد به درد پوست. و بعد از این دو بیت این رو میگه: شب اورمزد آمد از ماه دی، ز گفتن بیا سای و بردار می. خب کلمه اورمزد هم یعنی روز اول از یک ماه، پس شب اورمزد ماه دی میشه شبی که فرداش روز اول ماه دی یا همون شب یلدا. پس توصیه فردوسی برای شب یلدا اینه که ز گفتن بیا سای و بردار می. اون دوستانی هم که نمیخوان می بردارن میتونن چای بردارن، چای هم خیلی خوبه. پس این میشه توصیه فردوسی برای این شب خوش. خب از شعر و شاعری میخوایم زیاد فاصله نگیریم. محسن نامجو فقط خواننده پرطرفداری نیست، من و لابد خیلی از آدمای دیگه طرفدار شعرخوانی آقای نامجو هستیم. بیاین با هم دیگه یک غزل حافظ رو که آقای نامجو برای مخاطبان بی بی سی فارسی خونده گوش بدیم. با سلام خدمت دوستان و مخاطبان بی بی سی و ضمن تبریک شب یلدا. آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است، یارب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است. تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد، هر دلی از حلقه ای در ذکر یارب یارب است. کشته چاه زنخدان تو هم که از هر طرف صد هزارش گردن جان زیر طوق قبقب است. شهسوار من که مه آینه دار روی اوست، تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است. عکس خوی بر عارضش بین تا آفتاب گرم رو در هوای آن عرق تا هست هر روزش تب است. من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می، زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است. اندر آن ساعت که بر پشت سبا بندند زین، با سلیمان چون برانم من که مورم مرکب است. آن که ناوک بر دل من زیر چشمی میزند، قوت جان حافظش در خنده زیر لب است. آب حیوانش ز منقار بلاغت میچکد، زاغ کلک من بنامیزد چه عالی مشرب است. خوبه که یادی هم بکنیم از کسانی که تو این سالها برامون حافظ خوندن. من اینجا یاد میکنم از دکتر براهنی و همچنین دکتر محمد رضا شفیع کتکنی. انشالله که همه شاد و سلامت باشن. مرسی. منم میخوام یه یادی بکنم از آقای شجریان که این همه سال برای ما شعرهای حافظ رو به این زیبایی خوندن و همه آرزو میکنیم که زودتر سلامتی خودشون رو پیدا بکنن. اجازه بدید که دوباره بریم به خطهای تلفن. روی خط تلفن این بار آرش رو داریم که از تهران ما صحبت میکنه. آقای آرش سلام، شب یلدا رو چطور میگذرونید؟ سلام، خسته نباشید. من اولا تبریک میگم شب یلدا رو به همه، از همینجا به همسرم و دوتا دوقلوام تبریک میگم، چون سرکار هستم، نشستم دارم کار میکنم به دلیل آیندهی که برای اون بچه های دوقلو در نظر دارم و تا همین الان روز جمعه روز تعطیل سرکارم و حالا به هر حال خدا رو شکر روز طبقه متوسط رو به بالا هستیم، ولی واقعا شب یلدا رو به نظرم در حال حاضر نمیتونن جشن بگیرن. خیلی از خانواده هایی که کارگر هستن با این قیمت ها قشر متوسط هستن و دغدغه دارن و دغدغه شون هم زمانی که عید میشه اینها به جای اینکه شادی کنن دغدغه اینو دارن نیازهای فرزندانشون رو چجوری برطرف کنن. من امسال تازه بچه‌هام 9 ماهشونه و وقتی به دنیا اومدم مدام دغدغه این بچه‌ها رو دارم که براشون آینده بسازم، آینده خوب بسازم. امیدوارم که بتونید این کار رو بکنید آقای آرش. متشکرم که با ما همراه شدید. با شما خداحافظی میکنم
از تهران میخواییم بریم به تاجیکستان. هوشنگ رو از دوشنبه روی خط تلفن داریم. آقای هوشنگ سلام، یلداتون مبارک. یلدای تاجیکستان چه شکلیه؟ سلام عرض میکنم خدمت شما، یلدای شما را متقابلا تبریک عرض میکنم. خدمت شما عرض میکنم که یلدای تاجیکستان خیلی پررنگتره. در این شب اینه که تا وقت انقلابی که در ایران بود، دولت وقت ایران خودش هم میراثدار سنت های جشن های آریایی و سنت های آریایی میدانید. بعد از انقلاب اسلامی یک مقدار از طرف دولت این سنت ها و جشن های آریایی کمرنگتر شده گرفت و دولت تاجیکستان از جشن های آریایی و از سنت های آریایی خیلی استقبال میکنند. و همین خاطر که در تاجیکستان نسبت به ایران در شرایط فعلی خیلی پررنگتر تجلیل می شود. توی سفره شب یلداتون چی هست آقای هوشنگ؟ شب یلدا معمولا با شیرخانی، ما که در تاجیکستان هستم، من بیشتری وقت تاجیکستان هستم، برنامه ما شب یلدا باید کلاس دو سال جمع میکنیم، شعر میخونیم، فالی حافظ میگیریم، هندوانه پار خورد میکنیم، میخوریم. بعد مرسی فهم کنم صدای هوشنگ رو از دست دادیم. من با آرش و هوشنگ یکی از تهران اون یکی از دوشنبه خداحافظی بکنم. با اینکه من دیدم در فضای شبکه‌های اجتماعی یک کمپین راه اندازی شده بود که تلفن‌هاتون رو بذارین کنار و کنار خانواده بگذارین شب یلدا رو، ما در تلگرام از شما خواسته بودیم تلفن‌هاتون رو بردارین، تصاویرتون رو از شب یلدا، از سفره‌ها، از فعالیت‌ها، از حواشی این شب و حال و هوای شهرتون برای ما ارسال بکنید. حاصلش این ویدیویی شد که الان می‌خوایم با هم دیگه ببینیم. شب یلدا رو به همه هموطنان عزیز تبریک میگم. انشالله 120 از این شب چله ها ببینید و این یلدای عزیز یا شب چله عزیز که یادگار نیاکان ماست هرچی باشکوه‌تر برگزار کنید. شب طولانی کنار اونایی که دوستشون داری و دوست دارن و تو خوشحالی، جای یه چند تا مسافر قدیمی پیش ما خالی. مادرم سال در بین ما نخواهد بود. این پیامو میفرستم که قدر همو بدونیم، با هم بودن و از همین امشب شروع کنیم و بیشتر با هم دیگه باشیم. ممنونم از همه شما، امیدوارم که دلهاتون شاد باشه. خانم وجدی، آخر برنامه است، خیلی کوتاه کلام آخر. کلام آخر این که امیدوارم برای تمام مردم ایران همیشه شبهای شادی و روزهای شادی و سلامتی باشه و هیچ غم و غصه‌ای نباشه، مخصوصا برای مادرانی که نگران فرزندانشون هستن. متشکرم، ممنونم. آقای خانجی کلام آخر. پیام ناقابل من برای بینندگان و شنوندگان عزیزمون این هست که همینطور که از امروز به بعد روشنایی و روز بلندتر، روشنایی بیشتر و روز بلندتر میشه، روزگار و زندگانی شنوندگان و بینندگان عزیز ما هم رو به طرف روشنایی باشه. متشکرم از هر دوی شما، ممنونم از همه شما که همراه ما بودید، ممنونم از همه کسانی که به ما کمک کردن
شب یلدا رو با شما بگذرونیم. تشکر میکنم از مهمانان عزیزمون، شاداب وجدی و لطفعلی خنجی، که شب یلدامون رو قشنگ کردن. اما صبر کنید، یلدا قرار نیست همینجوری تموم بشه. الان تازه میخوایم بریم سراغ بهزاد بلور و برنامه رنگارنگی که برای امشب شما تدارک دیده. من و مهمانانم با شما خداحافظی میکنیم. عمر قصه هاتون کوتاه. شب بخیر. شب طولانی کنار اونایی که دوستشون داری و دوست دارن و تو خوشحالی، جای یه چند تا مسافر قدیمی پیش ما خالی. آخ تو شب یلدایی.